هم قراضه هایی که در انتظار بازگشت به چرخه تولیدند. اینجا در این کارخانه ریختگری به زباهن کوچک ما خوش آمدید. در حال حاضر دو تا سیستم کوره القایی داریم، 750 کیلی و 3 تنی، که به صورت 3 شیفت مشغول تولید بوشهای سیلنگ هستیم. آهن آلات از رده خارج پس از ذوب 8 مرحله دیگر را می گذرانند. گوش با سه ماشین های متفاوت تبدیل میشه. ما در اینجا سالانه حدوداً 450 الی 500 هزار قطعه گوش تولیدی داریم. این کارخانه ریختگری 30 سال قدمت دارد، اما چند سال پیش تعطیل شد. تا حدود 2 سال پیش ما ریختگری ساچمه های شاتلاس رو تولید میکردیم و انجام میدادیم، ولی به علت اینکه از چین به مقدار زیاد وارد شد دیگه نتونستیم رقابت بکنیم. کارگاه ما راکت بود، کار ضعیف شده بود و تعدیل نیرو کردن. با وجود سرمایه گذار تهرانی و حمایت کارگروه رفع موانع تولید دوباره رونق گرفت. حدود 2.5 میلیارد از محل وامی بوده که اداره صنایع توی رفع موانع تولید برای ما قائل شدن و ما استفاده کردیم. یه سری مشکلات توی مالیات داشتیم، مشکلات توی تامین اجتماعی داشتیم، بدهکار بودیم بهشون، کمک کردن، یه مقداری از جرائمش بخشیدن و به صورت تقسیط در آوردن، ما هم همه رو پرداخت کردیم، الان هم مشکل خاصی نداریم. حالا علاوه بر 10 نفر کارگر سابق، جوانان دیگری نیز در این شرکت استخدام شده اند. الان تو 6 تا استان ما نمایندگی فروش داریم و داریم سعی میکنیم که اولین محمولمون هم در آینده نزدیک به کشور عراق صادر کنیم. این یکی از 10 واحد تولیدی در کردستان است که کارگروه رفع موانع تولید پر و بالش را گرفته. تاکنون 111 واحد تولیدی به مبلغ 141 میلیارد تومان از بانک‌های استان تسهیلات دریافت کردند. این واحد تولیدی یکی از اون 30 واحد تولیدی هست که امسال به چرخه تولید بازگشته است. بهنام امیری، خبرگزاری صدا و سیما، سمندج.